برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نمایندگان پارلمان 64 کشور با دعوت سازمان ملل توافقنامه جهانی مبارزه با گرسنگی که 828 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد در شیلی امضا کردند. این دومین اجلاس پارلمانی جهانی برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه است که با ابتکار سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل فاو برای مدت 2 روز در شیلی تشکیل شده و 150 نماینده پارلمانی و ده ها شخصیت دیگر را گرد هم آورد. پلیس اوگاندا اعلام کرده که در نتیجه حمله جنگجویان مرتبط با گروه تروریستی داعش به مدرسه‌ای در غرب این کشور دست کم 25 دانش آموز جان باختند. به گفته پلیس اوگاندا، شورشیان مسلح شب گذشته با حمله به این مدرسه یک خوابگاه دخترانه را با آتش کشانیده و یک فروشگاه مواد غذایی را غارت کردند. سخنگوی پلیس اوگاندا گفته تا کنون جسد 25 نفر از مدرسه بیرون آورده شده و وضعیت 8 نفر وخیم است. پلیس اوگاندا گفته که سربازان در تعقیب مهاجمان بودند که به سمت پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو گریختند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نسبت به پیامد منفی تغییرات اقلیمی در جهان ابراز نگرانی کرده و خواستار مقابله سریع و جدی با آن شد. وی گفته که جهان در حال نزدیک شدن به یک فاجعه بزرگ است. دبیر کل سازمان ملل متحد در عین حال خواستار کاهش 45% تولید گازهای گلخانه‌ای به منظور محدود کردن افزایش دما در سطح 1.5 درجه شده است. دبیر کل سازمان ملل افزوده جهان باید به جای نفت، گاز و زغال سنگ بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری نماید. این هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی است که نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی تا پایان قرن جاری سبب غیر قابل سکونت شدن بخش بزرگی از سیاره زمین خواهد شد. امتحانات فصل دوم سال تحصیلی 1444 در حوزه علمیه زینبیه از مراکز علمیه مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله در شهر دمشق کشور سوریه آغاز شد. این امتحانات شامل تمامی 2 روز در مقاطع تحصیلی این مجموعه می شود که با حضور تمامی طلاب علوم دینی آقا و خانم در حال برگزاری است. برگزاری امتحانات مذکور از تاریخ 23 ذی‌القعده آغاز شد و تا 9 ماه ذی‌الحجه ادامه خواهد داشت.